بهترین تیم های چمپیونز لیگ در جزیره مرگ، بهترین تیم هر کشور رو که پارسال قهرمان لیگشون شده بود و نماینده کشورشون کردیم. پس به صورت تک هستی و گل طلایی با هم دیگه به جنگ میپردازن. همشون رو توی این گردونه وارد کردیم و اسم هر کی از این گردونه در بیاد، مثلا بارسلونا، فلش رو میچرخونیم و فلش به هر سمتی بیفته بارسلونا با پی اس جی بازی میکنه. در پایان این جنگ بین بزرگای دنیای فوتبال فقط یک تیم در کره زمین زنده میمونه. سلام و درود خود برای شما. امروز یه جزیره مرگ جذاب آوردیم از بهترین تیمای امسال چمپیونز لیگ، اما مثل گذشته جزیره مرگ نیست و این بار داستان سر فتح کره زمینه. پس حتما لایک کنید ویدیو رو که لایک هاتون به من و ویدیو خیلی کمک کنید. دمتون گرم، بریم سراغش. اول میریم سراغ گردونه رو میچرخونیم. اولین تیمی که بیرون میاد چه کسی خواهد بود؟ سلتیک. فلش رو میچرخونیم و این بار سمت پایین سمت چپ میفته، یعنی منچستر سیتی. پس سلتیک میزبان شد و من سیتی مهمان. در اولین بازی با سلتیک تیم ضعیفتری بود، با من سیتی بازی میکرد که سگانه فصل پیشو برده بود. بعد بازی شروع میشود. حالا سلتیک در اولین بازی باید مقابل من سیتی گواردیولا قرار بگیره. چمپیونز لیگ برده، لیگو برده، اف ای کاپ هم فکر کنم برده. واه حاجی گل خوردن به خدا گل خوردن. هالند همچنان فشار روی دروازه سلتیک زیاده و نمیتونن جلوشون رو بگیرن. آلوارز دوباره هالند باز در قوشه بالاخره بریزه به عقب‌تر میرسونه. رودری وای آفساید نگرفت. عمر نیمه اول 0-0 سلتیک انقدر ریده نتونست که شوت بزنه، چارچوب نه، کلا یه شوت. تو رو خدا گل بزنین، مسخره بازی در نیارین دیگه. بدم گوشه باری کلا میار ارسال کن، ارسال زیبا ریدی. او نه قشنگ بود به واسه تر. یابد پس نه خاکتون سرتون. فودن ارسالش ووش. نه بزنه باری کلا دفاع. نگاه کن الان یه کورنر. بزن تو رو خدا گل شه، نه بگی تو رو خدا این گل شه، نه تو رو خدا نگرش چه. دقیقه 92 آخرین فرصتونه. دمت گرم دیری. بده بره برو خاکش تو سرت. رفق اضافه خدا به جای شما امیر دودو عملی و گذاشته بودن، حداقل یه گل زده بود. پنالتی که چی؟ ضربه اول سلتیک توی دروازه نمیره، یعنی گاو. هیچی هالند گل کنه بردن، تمام میشه کار. سلتیک در اولین بازی خود از زمین خداحافظی میکنه و من سیتی دومین قلم روی خود رو به دست میاره. پس دوباره رفتیم سراغ گرونا رو چرخوندیم تا تیم دوم در بیاد، ردبول سالزبورگ. فلش رو چرخونیم و این بار به سمت راست پایین میافته، یعنی ستاره سرخ بلگراد. بهترین تیم اتریش یعنی ردبول سالزبورگ باید در مقابل بهترین تیم سربستان یعنی ستاره سرخ بلگراد قرار میگرفت. ددیچ ارسال قشنگ، ددیچ خاک تو اون سرت. از این آبی گرم نمیشه به خدا، یعنی انقدر مسی ریدین. نیمه اول تموم شد. آنجا اصلا نمیدونم تیم درستی رو گرفتم یا نه، ولی این لوگویی که اون بالا سمت چپ میبینید شبیه لوگوی ستاره سرخ بلگراد بود. تک به تک گل دروازه‌بان، شوتش توی دروازه است. ستاره سرخ بلگراد اولین گل رو میزنه و ردبول سالزبورگ رو حذف میکنه. در اولین بازی بهترین تیم سربستان کره زمین رو ترک میکنه و سالزبورگ قلمرو خودش رو به 2 عدد گسترش میده. برای بار سوم رفتیم واسه چرخوندن گردونه. وای فارن فاینور در یانبخش. فلش رو چرخوندیم و این بار پایین سمت راست، یعنی بایر مونیخ. بهترین تیم هلند که یک ایرانی توش حضور داشت باید مقابل پر افتخارترین تیم آلمان قرار می گرفت. این بازی من چشم بسته بهتون میگم که بایر مونیخ تو نیمه اولین گل رو میزنه و رکورد شکنی میکنه، سریعترین گل کره زمین واسه خودش. نگاه کن این گله 100% این گل 100% گل 100% گل. بده بر راست، بده بر بیا وسط. وای تک به تک فاینورد با بایر مونیخ گلش میکنه یا نه؟ خاک تو سر تو بلو داد، خاک تو سر. گل الان میزنه، هر گیم به وسط‌تر کارو تمام یا نه؟ الفونسو دیویز رفت سیز حمله به وسط‌تر میاره، هر کی میتونه عقب‌تر بیاره. نه نیمه اولش گوهی نخوردن. وای وای بالاخره تونه دروازه فاینورد باز میکنه و تیم آلبانی به هلندی غلبه میکنه. بنابراین تیم علیرضا جهانبخشان در اولین بازی خود شکست میخوره و از زمین خداحافظی میکنه، اما از اون سمت بایر مونیخ دومین قلمروش رو به دست میاره. برای بار چهارم رفتیم سراغ گردونه. یانگ بویز فلش رو میچرخونیم و این بار چپ پای میفته. پاریس سن ژرمن حالا باید بهترین تیم فرانسه اما بدون مسی مقابل یانگ بویز بازی میکرد که بهترین تیم سوئیس بود. آقا واسی اولین بار بهتون میگم این بازی این خط اینم نشون یانگ بویز میبره. حالا بشین نگاه کن، مسخره کن، ولی میبره. واش 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 ای خوک تو سر تو دقیقه هفته بازی نشده گلار خوردین. اما عرب پس میرم به من چس از این شماره 33 رو ما نمیشناس. یانگ بویز پس از سلام به پی اس جی خداحافظی را بر لب آورد، اما از اون سمت پی اس جی قلمروی خودش رو به 2 عدد گسترش داد. برای بار پنجم گردونه رو چرخوندیم. الان میبینی سالزبورگ در میاد. الان نگاه کن، دیدیمت گفتم این گردونه مشکل داره. الان 3-4 چیز داره همین در اومده. فلش رو میچرخونیم و این بار به یکی به حذفش فقط این بر گمشن بالا مایل به چپ یک، یعنی باگر مونیخ. سالزبورگ و بایر مونیخ بهترین تیم های کشورشون بودن و هر دو تاشون تونسته بودن بازی اولشون رو ببرن، اما اینجا باید یکیشون حذف میشد. ارسال کن عمو جان. کرواسی قبلا حمله کرده بوده مثلا به اتریش، گرفته باشن اونجا رو هر کی شوتش حسش شوت میکنه. در نیمه اول متگل که هر کی میزنه بهترین تیم اتریش حذف میشه. سالزبورگ از موقعیت‌های خودش استفاده نکرد و قلمروی خودش رو به بایر مونیخ سپرد. تا الان 8 تیم حذف شدن. میریم سراغ گردونه ششم. یه حسی به میگه این بار بارسا در میاد جدی، یه حس خالصی که اصلا خالص نبوده و شاختار. فلش رو میچرخونیم و این با چپ پایین میفته، یعنی بایر مونیخ بهترین تیم اوکراین یعنی شاختار باید در مقابل بایر مونیخ قرار میگرفت که سلطان زمین بود، اما یا شگفتی رقم میخورد و این تماشاچیا از ورزشگاه شاد میرفتن بیرون یا اینکه با چشمانی اشکبار به به برف اومده است. به 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 ببین کات بده دقیقاً. آها ریدی با اون کات. نه رفت هاچی خاکتون سرتون. گفتم باید اوقاب باشین شما، لاک باشین. الان گل بهتون میزنه. نه بگیرونه داره میره پاس میده الان بشه. وای چرخید زد، چرخید زد، برو کلاچ دفاعی بگی وسطو آقایون. آقا وسطو به هیچ چرخید زد، چرخید زد، چرخید زد، چرخید زد. نیمه اول جفتی میچالش نکردم، از میری سراغ نیمه دوم. بده لب خط بره، بده لب خط، بده گوشه، بده گوشه، بمیری. تمام شد. دو نیمه چالش نکردین. وقت اضافه بزن، خدا وکیلی بزن، خدا وکیلی بزن، بزن بار کلا توی دروازه. شاختار در اولین بازی خود به بهترین تیم آلمان میبازه و بایر مونیخ پنجمین قلمروی خودش رو به دست میاره. تا الان سلطان بایر مونیخ. برای بار بعدی سمت گردونه رفتیم و چرخوندیم چو این بار پی اس جی. فلش رو میچرخونیم و به سمت بالا، سمت چپ، یعنی منچستر سیتی. شاهد حساس‌ترین بازی جزیره بودیم، جدال دو غول بزرگ اروپا یعنی پی اس جی و من سیتی که یکیشون باید حذف میشد. آجی این کیه؟ این زائه کیه؟ شماره 33 شون من نمیشناسم اینا. واسه وسط‌تر حالا اونجا پی اس جی میتونه گواردیولا حذف کنه یا نه؟ پس چه خاکتون سرتون. شوت بزن، شوت بزن. وای 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 خاکتون سرتون کنن. احمق ماپه اون اولی گل کرده بودی الان حذف میشده 1-0. هالند بهترین تیم فرانسه رو حذف میکنه. پی اس جی با اشرف حکیمی میبازه و از جزیره خداحافظی میکنه و اون تمت من سیتی سومین قلمروی خودش رو به دست میاره. دوباره رفتیم سراغ گردونه و چرخوندیم شو این بار ناپولی بهترین تیم ایتالیا. فلش رو میچرخونیم و این بار به سمت کجا میفته؟ تو آبه. دوباره بچرخونیم با سرعت نور، یعنی راست پایین، یعنی بایر مونیخ. ناپولی که داشت اولین بازی چه با تیم انجام میداد تونسته بود پس از سالها طلسم شکنی کنه و قهرمان بشه، باید مقابل سلطان جزیره یعنی بایر مونیخ بازی میکرد. بله حالا بازی شروع میشه. آقا جدی توی این بازی من احساس میکنم که ناپولی میبازه. البته فکر کنم که اشتباه نگفته باشم ولی احساس می‌کنم ناپولی میبازه و بایر میره بالا. آره تو رو خدا می اول گلدار نکنین. یا خدا بده بده بس بده بس بده همین شوت کن، همین شوت کن، بده یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه. وای 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 گل نشه، گل نشه، گل نشه، گل بشه تمومه. شانس آوردی. وقت اضافه. واجی گل نخورین تو رو خدا، تو رو خدا گل نخورین. ماریا روی. وای چه گلی زد، خاکتون سرتون، از بیرون محبت هد بهتون گل زد، بریم بمیرین. ناپولی سلطان جزیره یعنی بایر مونیخ با چندین قدم رو حذف میکنه و خودش بر تخت پادشاهی میشینه. من سیتی گواردیولا، یکی اینو حذف کنه. ببین راست بنداز، راست، فقط راست میخوام بندازی. نه راست بالا، یعنی کوپنهاگن دانمارک. کوپنهاگن بهترین تیم دانمارک باید با بهترین تیم حال حاضر جهان یعنی تیم گواردیولا بازی میکرد و کارش برای برد خیلی سخت بود. ای خدا ای خدا، یک نفر ضعیف که یه قوی بی پدر رو ببره دیگه. تو رو گل نخورینا، تو رو خدا گل نخورینا، گل نخورینا، خاکتون سرتون. دقیقه 5 نشده گل خوردین. آره دیگه، گرم نرم چرخونیم ببینیم کدوم در میاد. گالاتاسارای فلش رو میچرخونه و چپ بالا میافته. آی 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 الفاتحه. سلطان جدید یعنی ناپولی اومده بود برای افزایش قلم رو و کار گالاتاسارای ترکیه بسیار سخت بود. کاردی تو برای گرفته به سمت جلوتر میره. وای وای وای، شانس آوردی. نه اونجا گل نمیشه، بده وسط، بده ها، همین بغلش آها گله. بزن ارسال کن عمو جان، عمو جان ارسال کن، پاس بیرون، پاس شوت 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 ها بزن، همینه. گالاتاسارای در اولین بازی از جزیره خداوزی میکنه و ناپولی قلم روی بعلیش رو به دست میاره و سلطان جزیره باقی میمونه. اوه 5 نفر آجی، 5 تا تیم موندن. بچرخون چه بارسلونا نمیافته، نه بازی کرده نه اصلا کسی با اون بازی کرده. بنفیکا بارسلونا کوچن باز من سیتی. فلش رو میچرخونیم و این بار به ناپولی بیفتی پدرتو در میاره. سمت راست ناپولی. سلطان جزیره باید در مقابل تیمی بازی میکرد که رکورددار سریعترین گل جزیره بود، پس باید خیلی توی دفاع حواسش جمع میکرد. اینجا جایست که یکی از قدرت های اول اروپا هست خواهد شد و انشالله و تعالی که گواردیولاه. بده وسیمه، بده وسیمه، ما بده، بده راست، بده دیگه، بده دیگه بابا خوره، بده بده راست. بده پاسو، پاسو بده، پاس شد 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 شد. وو مستقیم گازشو بگیر، گاز برمه، گاز 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 برمه. بده اوستا، بده اوستا، بده اوستا، بده اوستا. در 90 دقیقه هیچ گلی نخورده میریم وقت اضافه. آخرین ضد حمله تمامه. پنالتی کشی. وای هالند خراب کنه میبریم، هالند خراب کنه میبریم. برک حالا دروازه واقعا. اوسیمن بزن، اوسیمن بزن، اوسیمن اوس اوس. ناپولی بار دیگر ثابت کرد که به احد ناسی باج نمیده و سلطان بودن خودش رو فراموش نمیکنه و مسیحی حذف شد. پس ناپولی بار دیگر قلم روی خودش رو تا میتونست گسترش داد. حالا 4 تا تیم موندن، گردن رو میچرخونیم. این بار خدایی بار ببین 3 تا تیم بقیه. بله حالا بارسلونا فلش رو میچرخونیم این بار و سمت بالا، سمت راست میافته، یعنی سلطان جزیره ناپولی. بارسلونا تنها گزینه‌ای بود که میتونست ناپولی یعنی سلطان زمین رو حذف بکنه، اما خود بارسلونا بی تجربه بود و اولین بازیش مقابل ناپولی بود. شاید باور نکنی ولی احساس میکنم که بارسلونا میبره. وای 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 وای، زیالینسکی تک به تک میزنه میگیره. او رو بزن دیگه بابا، بزن بزن اوستا اوستا. آها مرک حالا بدون اینکه آفساید باشه ویکتور اوسیمن میتونه گلش کنه یا نه، رفت واسه شوت زنی شوته. اوه 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 وای وای، چه گلی میخوره ناپولی. از بازیکن تازه وارد بارسلونا، بارسلونا همون دور که بهتون گفتم تنها تیم بود که میتونست ناپولی رو حذف کنه و این هواداران پرشور و هیجانند که ناپولی سلطان جزیره رو حذف کردن. در این ناباوری سلطان جزیره از تیم تازه وارد بارسلونا شکست میخوره و تاج و تخت خودش رو رها میکنه و از اون طرف بارسلونا به تاج و تختی جدید میرسه. حالا نیمه نهایی رقابت ها چه کسی به فینال راه پیدا میکنه. بنفیکا فلش رو میچرخونه و به سمت آیا اصلا سمتش مهم نیست، بخاطر اینکه این که نمیتونه اینجوری دور بزنه با این بازیکن، فقط 100% با بارسلونا. پس بنفیکا بارسلونا، بنفیکا تازه با سلطان جدید جزیره آشنا شده بود، اما اینقدر بود که دیگه تایمی نبود واسه آنالیز و باید به شانس وابسته میشدن دیگه. بارسلونا ببره دیگه مسخرهشو در نیارین دیگه آقا. بارسلونا ببره بره قهرمان بشه دیگه، مسخره بازی در نیارین. بنفیکا بزنه بارسلونا رو ببره بعد بنفیکا قهرمان بشه، این کارا رو در نیارین. شوت 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 شوت. دیماریا و رافا رو داشته باشین، بقیه‌شون کاری نمی‌کنن. کلیبرزی با شماره 9 میتونه گل رو ثمر برسونه. حالا اونجا بازیکن بنفیکا شوت شوت. ترشتگن رو نداشتین، گل خورده بودین تا حالا، هم از ناپولی هم از اینا. بزن 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 بزن. نه وای توی دروازه بارسلونا رافینیا به شاه و شاه بازی ادامه میده. بارسلونا به فینال رقابت ها راه پیدا میکنه. بنفیکا در اولین بازی همونجوری که پیش بینی میشد حذف میشه. بارسلونا به قدم روی خودش میافزاید. حالا فینال رقابت ها آنتروپ و بارسلونا. آنتروپ هم انگیزه بالایی داشت، اما از اونجایی که اولین بازیش بود تجربهش هم کم بود. چه کسی قهرمان میشه، آنتروپ یا بارسلونا؟ رافینیا حالا اونجا لواندوفسکی تمام میکنه کارو، نمیذاره به دقیقه 9 بکشه. حالا بارسلونا می تاج و تاجگذاری و چاشاشای ادامه میده و قهرمان چمپیونز لیگ کره زمین میشه. آیا این به معنی اینه که امسال میخواد توی چمپیونز لیگ بارسلونا قهرمان بشه؟ اگه از این ویدیو لذت بردید حتما ویدیو رو لایک کنید. دمتون گرم. فعلا تا ویدیوهای بعدی.